این هفته فناوری به مسابقات ویمبلدون میره، صدای رفتار رو برمیگردونه، بر فراز لندن پرواز میکنه و آخرش قضا میذاره جلوتون. توی MIT در هر اتاق پستویی رو باز کن یک موجودی جلوت سبز میشه، البته اگه از رو رد نشه. بی خود نیست برای هفتمین سال پیاپی MIT بهترین دانشگاه جهان شناخته شده. برای یک کره فناوری کمتر جایی تو دنیا انقدر جذابه. سیسیل مخفف آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعیه. اینجا در حقیقت قلب پروژه های هوش مصنوعی MITه. بعضی از برجسته ترین پژوهشگران این حوزه اینجا جمعند و کارهای عجیب میکنند، از هوش مصنوعی که اون طرف دیوار رو میبینه تا رباتی که قراره توی بدن آدم شنا کنه. چراشو بعدم بهتون میگم، ولی چیزی که واضحه اینه که تازه اول راه هوش مصنوعی و روباتیک هستیم. 20 years ago, computation was a task reserved for experts. 20 سال پیش کامپیوتر مال متخصصا بود. هم گرون بود، هم بزرگ، هم باید واقعا یاد می‌گرفتی تا بتونی باهاش کار کنی. ولی الان تقریبا همه به کامپیوتر دسترسی دارن. اساسا کامپیوتر طوری به همه بخش‌های زندگی رسوخ کرده که دیگه حواسمون نیست چقدر و چه جوری بهش وابسته ایم. اتفاقی که در 20 سال آینده میفته اینه که هوش مصنوعی و رباتیک هم وارد زندگی‌ها میشه و در کارهای ذهنی و جسمی کمکمون می‌کنه. In our lives to help us with cognitive work and with physical work. به نظر میرسه که هوش مصنوعی داره به گوشه گوشه عالم فناوری سرک میکشه. یکی از مثالهاش هم صدا سازی که چندی پیش توی کلیک دربارش حرف زدیم. به طور خلاصه یعنی که کامپیوتر یاد میگیره صدای انسان رو تقلید کنه. طبعاً در کنار چنین دستاوردی مباحث اخلاقی زیادی هم شکل میگیره، اما تردیدی نیست که آثار مثبتی هم داره، از جمله کمک به کسی که به خاطر بیماری صداشو از دست داده. اگه یادتون باشه 4 سال پیش همین موقع‌ها یه جریانی را افتاد به اسم چالش سطل آب یخ. هدف چالش آگاه سازی در مورد بیماری نورون حرکتی یا ALS بود. با همون چالش آب یخ در عرض 2 ماه حدود 100 میلیون دلار برای انجمن ALS جمع شد. ریورس یه برنامه بین المللیه که هدفش بازگردوندن صدای آدم‌های مبتلا به MND یا ALSه. به کمک یک نرم افزار ساخت شرکت کانادایی لایبرد از صدای شخص نمونه برداری میکنن و از روش صدای همون شخص رو با دقت خوبی بازسازی میکنن. نرم افزار لایبرد همون نرم افزاری که پارسال باهاش صدای دونالد ترامپ و باراک اوباما رو بازسازی کردن. I am not a robot. My intonation is always different. Hello, my name is Patrick Quinn, founder of the Ice Bucket Challenge. پاتریک یکی از طراحهای چالش آب یخه. مارس 2013 فهمید ALS داره. الان بیماریش به جایی رسیده که نمیتونه حرف بزنه. یکی از اولین کسانی که پروژه ریورس صداش رو بهش برگردون پاتریکه. I was in shock. When my voice got weaker, I assumed this was impossible. I didn't know if I would ever be able to speak again. ALS has slowly been robbing me of my voice over the past couple of years. So when they played it for that first time, I was blown away. I cried. I laughed. And of course I smiled. It's such an honor to be a part of the project and to hear how great my voice sounded. I knew this could be a game changer for everyone. It's surreal to hear my own voice. One of the things that we hear. یکی از چیزهایی که مبتلایان به ALS میگن اینه که صداشون آینه درونشونه و به نوعی نشون میده در مورد خودشون چی فکر میکنن. شبیه همین حرف رو خانواده هاشون هم میزنن. میگن هیچ وقت فکر نمیکردیم دیگه صداش رو نشنویم، تا روزی که ناگهان صداش رفت و تازه حس کردیم چقدر دلمون برای اون صدا و برای اون وجه شخصیتش تنگ میشه. اساساً صدای آدم خاصیتی داره که مثل هیچ چیز دیگه نیست و این همون چیزی که ما امیدواریم در آینده ثبت و حفظ کنیم. پاتریک قبول داره که صدای جدیدش بی‌نقص نیست، به این خاطر که صداش رو قبل از بین رفتن ضبط نکرده بود و لایبرد از فیلم‌های آنلاینی که از حرف زدنش موجود بود استفاده کرده. الگوریتم لایبرد ساعت‌ها صدای ضبط شده با کیفیت بالا رو تحلیل می‌کنه که حرف زدن یک شخص رو به طور دیجیتال بازسازی کنه.
فکر نمی کنم پیش از این شرکت های زیادی این کار رو کرده باشن که شخص بتونه با مقدار کمی فایل صوتی صدای خودش رو کپی کنه. البته سنتز یا ترکیب کلام چیز تازه‌ای نیست و از 30 سال پیش انجام می شده. ولی کار ما از این جهت خواسته که هر کس میتونه توی خونه خودش هم انجام بده. کافیه شما بری روی وبسایت ما چند دقیقه صدات رو ضبط کنی. یکم بعد ریوایس رو برات میفرسته. This new technology has changed my life. You get to sound like yourself. A major benefit of this technology is that it only takes a few hours of high quality recordings to get your Ray voice. This is way less time than previous options and we all know how important time is when fighting this disease. سازندگان ریوکس امیدوارن پروژهشون گسترده تر بشه و جاهای دیگه دنیا رو هم پوشش بده. آدم های بیشتری بتونن صدای از دست رفتشون رو به دست بیارن. This voice is terrible. I hate it. It sounds like a professor I wouldn't listen to. With Project Revoice, we would like to see a person's voice. هدف ما در پروژه ریوایس اینه که صدای شخص تا جایی که ممکنه دم دستش باشه. یعنی هر وقت خواست بتونه ازش استفاده کنه و راحت هم استفاده کنه. کسی که صداش داره از بین میره میتونه جلو جلو کلمات یا جمله هایی رو ضبط کنه و ما اینها رو نگه میداریم. امیدواریم روز به روز آدم های بیشتری بتونن از این پروژه استفاده کنن و بعد از اینکه صداشون از دست رفت همچنان بتونن با صدای خودشون با دیگران ارتباط برقرار کنن. This has changed the way I live for the better, and I want to see the whole world take advantage of this. It's crazy to be sitting here talking to you right now. It never gets old. این هفته فیسبوک نقاشی روبنز، نقاش بزرگ فلامیش رو سانسور کرد. یک دریاچه آب زیرزمینی در مریخ یا بهرام کشف شد و در اینجا روی زمین سوپرمارکت زنجیری والمارت با همکاری ویمو گوگل خبر از خدمات جدیدی برای تحویل پیک خودران مواد غذایی داد. این هفته همینطور یک گروه از دانشجویان مهندسی در آلمان رکورد تازه‌ای برای سرعت هایپرلوپ ثبت کردند. 467 کیلومتر در ساعت. این تیم مونیخی موفق شدند رکورد پارسال خودشون رو 50% بهبود بدن. فرودگاه هیترو لندن و جی اف کی نیویورک دارن یک اسکنر سه‌بعدی رو آزمایش میکنند که میتونه ممنوعیت حمل مایعات در کیف‌های دستی رو برداره. این فناوری از توموگرافی کامپیوتر برای دیدن کیف‌های دستی استفاده میکنه تا مجبور نشید لپتاپ یا مایعات رو از کیف یا کولتون در بیارید. در کانادا برای ردگیری معاملات ماریجوانا به فکر استفاده از فناوری بلاکچین افتادن که ازش در ارزرمزهایی مثل بیت کوین استفاده میشه. وزارت بهداشت این کشور میخواد ضمن حفظ اطلاعات شخصی کاربران بر فروش ماریجوانا هم نظارت کنه. این ماده اکتبر امسال در کانادا قانونی خواهد شد. یکی از گروه‌های سازنده بازی محبوب گروهی به نام کارت علیه بشریت یا Cards Against Humanity این هفته کارزاری برای شبیه‌سازی یک خدمات غیر معمول دوستیابی آنلاین را انداخت. در این کارزار میشه با یکی از اعضای داعش دوست شد و به این گروه نفوذ کرد. کارلی اسماعیلی خالق ایرانی آمریکایی این بازی گفته با این شبیه‌سازی هجوامیز میخواد مرزها رو بشکنه و کلیشه‌های نژادی رو از بین ببره. و در نهایت این هم کفش چرخدار جدیدی ساخت شرکت سگوی. قیمت دریفت که خودش تعادلش رو حفظ میکنه 399 دلاره و باش میشه حداکثر تا 12 کیلومتر بر ساعت سرعت گرفت. البته نمیدونم با اینها باید توی بزرگراه روند یا توی پیاده رو. یکی از کارهایی که در سالهای اخیر خیلی ها رو مشغول کرده همگانی کردن هنر به کمک فناوریه، به خصوص اگه اثر هنری چیزی به این بزرگی باشه که نشه جابجاش کرد. کسی که نتونه بیاد لندن و هایت پارک چجوری میتونه این اثر رو ببینه؟ این بنای هرم مانند اثر کریستو و جان کلوده. اسمش هست مستبه، یعنی خانه ابدی، با الهام از مقبره های مصر باستان ساخته شده. برای ساخت این اثر 7506 بشکه استفاده شده. کل سازه حدود 600 تن وزن داره. اگه از هایت پارک لندن رد بشید غیر ممکنه نبینیدش. ولی اگه این اطراف نباشی یا حتی باشی و بخوای از زاویه‌های مختلف یا در ساعات مختلف شبانه روز نگاش کنی، یکی از اینا رو لازم داری.
با این دوربین مقوای گوگل هم میشه اثر رو از همه طرف دید، ولی اگه بخوای درست حسابی ببینی HTC Vive یا استیم لازمه. خیلی باحاله و خیلی بزرگه. پارک. قرار نسخه شبم داشته باشه که هنوز آماده نیست، ولی ساعات مختلف روز رو با نورهای مختلف داره. من در مورد واقعیت مجازی میتونم نظر بدم، اما در مورد خود اثر هنری نه چندان. بذار ببینم میتونم برم بالا یا نه. نمای از بالا واقعا قشنگه، فقط ایرادش اینه که آدم حواسش به منظره شهر پرت میشه و خود اثر رو نمیبینه. حس غریبیه که هیچ کس تو پارک نیست. احساستون چی بود درباره این؟ آیا شبیه به یه چیز واقعی بود؟ یه اثر هنری واقعی بود؟ این که احساس میکنی داری میری بالا خیلی هیجان انگیزه. حواس آدم پرت میشه. اما در مورد خود اثر کار برجسته‌ایه. ولی از اون دست کاراست که علاوه بر ذهن اثر جسمانی هم داره. یعنی باید در حال راه رفتن تو پارک باشی یهو این سازه از این جلو سبز بشه. حس اون لحظه در واقعیت مجازی منتقل نمیشه. قرار یکی دیگه 50 برابر این در دبی ساخته بشه. مشخصه که سازنده‌هاش هم فکر میکنن اندازش مهمه. قطعاً ساختنش در عالم مجازی راحت تره، ولی کل خاصیت اثر از بین خواهد رفت. برگردیم به بوستون و دانشگاه MIT. اینجا از هوش مصنوعی برای تماشای اونور دیوار استفاده میکنند. اسمش رو گذاشتن RF Pose. فرستنده امواج کم انرژی رادیویی میفرسته که از دیوار رد میشه و به اجسام توی اتاق بغلی میخوره و برمیگرده. هر چی که توی اتاق موج رادیویی رو برمیگردونه. نه فقط شما، دیوارها، سقف، همه چی. برای اینکه فقط حرکت آدم رو کنترل کنی، باید بتونی همه اون انعکاس‌های زائد رو حذف کنی که فرآیند پیچیده‌ایه. اینجاست که یادگیری ماشینی، به خصوص یادگیری عمیق، به کار میاد. در واقع ماشین به خودش یاد داده استخوان‌بندی آدم رو از انبوه امواج و سیگنال‌هایی که از اتاق کناری برمیگرده جدا کنه. اگه چندین نفرم توی اتاق باشن فرقی نداره، همه رو می‌بینه حتی در تاریکی. پروفسور خطابی امیدوار این برنامه در خدمات درمانی به کار گرفته بشه، برای نظارت به احوال بیماران مسن بدون اینکه اطلاعات شخصی حساس یا عکس ازشون گرفته بشه. نرم افزاری که ساختن انقدر حساسه که ضربان قلب رو هم حس می‌کنه. با همه این دستاوردها، نکته‌ای که اینجا تقریبا همه قبول دارن اینه که هوش مصنوعی همچنان محدودیت زیادی داره. گروهی که ربات یوز پلنگ رو ساختن میخوان طراحی دستاش رو عوض کنن که آدم هدایتشون کنه، چون هوش مصنوعی هنوز نمیتونه در رو باز کنه یا با اشیا کار انجام بده. در بخش هوش مصنوعی این دانشگاه یک پژوهش کاملا متفاوته که میخواد شیوهی پیاده کنه که جلوی ایمیل هایی که نفرت پراکنی یا آزار و تهدید و غیره داره رو بگیره. اما علنا میگن هوش مصنوعی به درد این کار نمیخوره و باید برگشت به نیروی انسانی. بله، دلیلش اینه که وقتی با کسانی که تو این حوزه کار میکنن مشورت کردیم، دیدیم تهدید و آزار و اذیت به زمینه و شرایط بستگی داره. موضوع خیلی شخصیه. یعنی در بسیاری موارد شخص تهدید کننده با چیزی که از قربانی خودش میدونه آزارش میده. نظر ما اینه که هوش مصنوعی نمیتونه همه حالتهایی را که مردم مورد آزار قرار میگیرن بشناسه. ضمن اینکه آدمی که بخواد آزار بده همیشه میتونه راهی پیدا کنه که ماشین رو دور بزنه. میتونه عنوان کاملا بی ربطی رو روی ایمیل بذاره و مطلب آزار دهنده رو یه جوری مخفی آخر ایمیل بگه که باید بخونی تا متوجهش بشی. راه حل پیشنهادی این گروه چیزیه به اسم اسکودا باکس. ایده اینه که به جای کامپیوتر دوستان آدم موارد آزار رو تشخیص میدن. ایده خیلی ساده ایه. پیغامی که برای شما فرستاده شده اول فرستاده میشه به دوستانی که انتخاب کردید. اونها قاعدتا میفهمن چی برای شما آزار دهنده است، حتی اگه حاوی کلماتی نباشه که آشکارا آزار دهنده است. اسکودا باکس فعلا فقط با ایمیل کار میکنه، ولی طراحانش میگن میشه با کمی تغییرات در شبکه‌های اجتماعی هم ازش استفاده کرد. هرچند خود کار بررسی پیام‌های دیگران کم اجتماعی نیست. سیسیل در عرصه روبوتک پیشروه. اینجا ربات‌هایی می‌سازن که با تصویری که آدم از ربات داره از بیخ متفاوته.
مثلا پرایمر رو که بهش لقب ابرقهرمان دادند به اشکال مختلف در میاد، بسته به اینکه چی کار لازمه بکنه و کجا لازمه بره. خیلی باحاله، مثل مگسی که پیف پاف خورده. اگه مسیر طولانی باشه مثل چرخ میشه. اگه بخواد از آب رد بشه شبیه قایق میشه. و اگه لازم باشه یه تیکش جدا میشه و میره. و البته در شرایط اضطراری حتی میتونه بال در بیاره و پرواز کنه. یکی از کاربردهای پرایمر کاربرد پزشکیه. Last summer we developed. ما تابستون گذشته یه چیزی شبیه معده آدم ساختیم. یه ربات ریز هم شبیه یه کپسول ساختیم که میتونه بره داخل شکم. اول منجمدش میکنیم، بعد با میدانهای الکترومغناطیسی یا MRI حرکتش میدیم که بره جایی که باید بره. حالا یا قرار دارو برسونه یا مثلا یه باتری کوچیک یا چیز دیگه ای رو برداره. پرایمر رو با دستکاری میدان مغناطیسی کنترل میکنند. یه صفحه حرارتی هم داره که باعث میشه بتونه تا بشه. کنترلش هنوز در مرحله تکمیله. خیلی بامزه است. یعنی در آینده به چه دردی میخوره؟ مثلا در اکتشافات فضایی، یعنی میتونیم یه تعداد از این ربات‌ها رو بفرستیم مریخ و از یه ربات کوچیک برای انجام عملیات مختلف استفاده کنیم. یکی از کارهای دیگه این بخش بازوهای روبوتیک اوریگامی شکله که میتونه تا 1000 برابر وزن خودش رو بلند کنه. اگه یادتون باشه هفته قبل ربات توپ جمع کن رو بهتون نشون دادیم که تو زمین تنیس این بر اون بر میرفت و توپا رو جمع میکرد. برای خود من که وقت نشد یه سر برم ویمبلدون، اما جنکوبستک رفته. ببینیم چه تحفه‌ای با خودش آورده. بله، چه روزی هم اومدم. هوا عالی، مسابقه حساس. حیف که من باید برم پشت صحنه. این روزها هوش مصنوعی همه جا هست، حتی در باشگاه آل انگلند. اینجا تقریبا همه چی تحت کنترل سامانه واتسون شرکت IBM. به طور خلاصه 3 گروه در ویمبلدون از هوش مصنوعی استفاده میکنند: تولید کننده های محتوا، بازیکن ها و طرفداران تنیس. اول بریم سراغ تولید محتوا. میشه بگین اینجا کجاست؟ اینجا مرکز پخش مسابقاته. به این اتاقای دست راست میگیم دخمه. احیانا راجر فدرر این اطراف نیست سلام کنیم. احتمالا الان توی رستوران داره غذا میخوره. اینجا از توان پردازش واتسون استفاده میکنن تا صحنه های حساس بازی رو بدون دخالت انسان انتخاب کنند. صدای تماشاچی ها رو گوش میده. با دقت گوش میده ببینه مردم کی به هیجان میان. صدا رو مستقیما از زمین بازی میگیره. دیدی وقتی یکی یه سرویس قشنگ میزنه صدای مردم در میاد؟ واتسون در واقع دنبال اون صدا هاست. هر جا که شاید جمعیت واقعا ذوق کردن علامت میزنه که اینجا هیجان انگیز بود. چند تا فاکتور دیگر هم در نظر میگیره. مثلا اینکه کدوم امتیاز حساسه یا اینکه واکنش بازیکن‌ها چیه. چقدر بعد امتیاز دستاشون رو تکون میدن و با چه شدتی. همه فاکتورا رو کنار هم میذاره و امتیاز میده که اون صحنه روی هم چقدر هیجان داشته. بعد همه اون صحنه رو به ترتیب امتیاز مرتب میکنه. بازی که تموم شد به طور خودکار یه بسته از صحنه های مهم بازی بر اساس نمره هیجان درست میکنه. تولید کننده های برنامه با این صحنه ها خیلی سریع برنامه شون رو آماده میکنه. این فناوری به درد بازیکن ها هم میخوره. به جای اینکه ساعت ها بشنن فیلم بازی رو نگاه کنن، به هر کدوم یه وبسایت اختصاصی میدن که تکه های مهم بازیشون رو ببینن. مثلا این اشتباه های راجر فدرر. مربی از روی این وبسایت خیلی سریع میتونه بازی رو مرور کنه، ببینه ایراد کجاست و برای مقابله با حریف چی کار میشه کرد. اکثر بازیکن‌ها خودشون طرفدار دو آتیشه تنیسن. مدام دنبال میکنن که دوستاشون یا رقیباشون دارن چی کار میکنن. به جز این میخوان آمار و ارقام مختلف هم داشته باشن که بتونن بازی خودشون یا دیگری رو تحلیل کنن. براشون خیلی مهمه. تماشاچی‌هایی هم که اهل آمار و تحلیلن میتونن هرچی رو دوست دارن بدونن از بات پیام رسان فیسبوک ویمبلدون بپرسن. این بات هم مثل بقیه چیزهایی که گفتیم کار واتسونه. واتسون امسال یه شاهکار دیگه هم خلق کرده که حیف نبینید. پوستر مسابقات. به مناسبت 150 سالگی باشگاه آل انگلند با استفاده از نرم افزار تشخیص تصویر بیش از 300 هزار عکس قدیمی ویمبلدون رو اسکن کرده و با 8400 از عکس‌ها این موزاییک رو ساخته.
به واتسون یاد داده بودن که به جای پیدا کردن رنگ‌های مشابه جزئیات تصویر رو تشخیص بده، مثلا چتر، و بعد عکس‌هایی رو که چتر دارن یک جا جمع کنه. حتی سطح زمین توی پوستر هم از عکس‌های زمین تنیس ساخته شده. برگردیم به بوستون و یک رستوران رباتی. غذا رو اینجوری سفارش میدید. ربات حاضر میکنه و آدم‌ها فقط سس میزنن و تحویل میدن. اون جعبه نارنجی از بالا مواد لازم برای هر غذا رو میاره و میریزه توی این 7 تا ظرف که مخصوص همین کار طراحی شدن. ظرف میچرخه که مواد هم بخوره. دمای ظرف هم با صفحات حرارتی که کنارش ثابت نگه میدارن. این رستوران حاصل کار 4 تا از فارغ التحصیلان MIT که به خاطر اسم رستوران که اسپایس معروف شدن به اسپایس بویز. ایده اولیه کار، یعنی اولین نمونه‌ای که ساختیم، حدود 3 سال و نیم پیش بود. نکته مهم برامون از همون اول کار این بود که این ربات قراره با غذا سر و کار داشته باشه و غذا چیز منحصر به فردیه، چون موادی که توش به کار میره 100 جور جنس و شکل و اندازه داره. بنابراین طراحی ابزاری که میخواد غذا رو آماده کنه باید طوری باشه که با ظرافت با مواد برخورد کنه، کیفیتشون رو حفظ کنه، بتونه هم غذاهای متنوعی آماده کنه و همین که خرابش نکنه. البته رباتی که ساختن فقط میتونه غذاهای سرخ کرده درست کنه یا غذاهایی که همه چی رو با هم میریزی و قاطی پاتی میکنی. شکل ارائه هم نباید خیلی برات مهم باشه. بنابراین اگه استیک درست حسابی با سس فلان و سیب زمینی بهمان میخواید، باید یک ربات دیگه برای خودتون دست و پا کنید. ظاهر این گوشی آدم رو یاد آیفون 10 میندازه، در صورتی که این گوشی اندرویدیه، ساخت شرکت ایسوس، با قیمتی خیلی مناسب تر. زنفون 5 یک گوشی پرچمدار یا یک میان رده نیست، یه چیزی بین این دو که در دو نسخه با 4 و 6 گیگابایت رم عرضه شده. حاشیه های بسیار باریکی در اطراف نمایشگر داره و بریدگی بالای نمایشگرش که دوربین 8 مگاپیکسلی و بلندگوی مکالمه و حسگر توش جاساز شده، بیشتر اون رو شبیه به آیفون 10 کرده. پشت این گوشی مثل گوشی‌های رایج یک سال اخیر دو تا دوربین 12 و 8 مگاپیکسلی داره. بنابراین هم زاویه دید 120 درجه رو فراهم می‌کنه و هم در محیط تاریک عملکرد قابل قبولی داره. سازندگان این گوشی خیلی روی هوش مصنوعی مانور دادن و تبلیغ کردن. برای مثال از AI در انتخاب خودکار پیشفرض مود عکاسی از بین 16 حالت بهره بردن. افزون بر این، گوشی با بررسی رفتاری ویرایشگر تصاویر به طور خودکار عکس‌های بعدی رو با پیش‌فرض خاص شما براتون شخصی سازی می‌کنه. علاوه بر اینها گوشی با استفاده از هوش مصنوعی عملکردش رو هنگام بازی بهبود میده و در موقع شارژ شدن هم طوری این کار رو بر مبنای رفتار کاربر و ساعات خواب انجام میده که طول عمر باتری افزایش پیدا کنه. حسگر اثر انگشت در پشت گوشی قرار گرفته و برای باز شدن قفل گوشی علاوه بر این حسگر میشه از دوربین سلفی و قابلیت تشخیص چهره هم استفاده کرد. یکی دیگه از قابلیت‌های این گوشی که ایسوس روش خیلی حساب باز کرده، بلندگوهای استریوشه که آمپلیفایر دارن و فرمت‌های های رز رو پشتیبانی می‌کنند. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونه bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی این برنامه و برنامه‌های پیشین رو تماشا کنید. با ما در ارتباط باشید با ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.